سلام، من بهرامم و به کانال اتاق 13 هم خوش اومدید. سلام، منم هانیم، به کانال ما خوش اومدید. ما قراره هر هفته در اتاق 13 هم دور هم جمع بشیم و یه داستان واقعی، البته ترسناک، رو با هم بشنویم. تو این اپیزود میخوایم راجع به ناپدید شدن خانواده جیمسون ها صحبت بکنیم. توی پرونده ها تا حالا پیش اومده که یه نفر از یه خانواده گم شده باشه، ولی حالا احتمال اینکه کل یه خانواده گم بشن چقدره؟ به نظر چقدر احتمالش؟ به نظر من احتمالش خیلی کمه. کله خانواده کم بشن. به نظر من جمع جور کردن این همه جنازه با خیلی سخت باشه وقتی بخواید ناپدید کنی یه خانواده رو. معمولا در پرونده های اینچنینی پلیس روند مشابهی داره. بر اساس اطلاعات موجود اونا سناریوهای احتمالی رو میچینن و هر زمان که اطلاعات جدیدی به دست میاد سناریوها یکی یکی حذف میشن تا اینکه در نهایت پرونده حل میشه. اما در مورد خانواده جیمسون ها هرگز این اتفاق نیفتاد. هر زمان که پلیس اطلاعات بیشتری کسب میکرد از حقیقت دورتر و دورتر میشدن تا به امروز این پرونده یکی از پر رمز و رازترین پرونده های آمریکاست. در 17 اکتبر سال 2009 یک شکارچی با پلیس تماس گرفت و گفت در کنار کوههای شمال غربی بلوط قرمز یک وانت متروکه پارک هستش و کلیدها داخل جاسویچی قرار داره و درهای ماشین قفل هستن. اون گفت افراد معدودی در این کوه در رفت آمدن و در ابتدا تصور می‌کردم که این کامیون متعلق به کارگران گاز یا نفت هستش. اما یک سگ داخل ماشین هست که به شدت ضعیف شده و من متوجه شدم که از مدفوع خودش تغذیه میکنه و این نشون میده که چند روزی هست این سگ به حال خودش رها شده. چرا یک نفر باید سگ خونگی خودش رو داخل ماشین رها کنه؟ وقتی پلیس رسید نگرانی اونها به سرعت بیشتر شد. پس از پیگیری پلاک ماشین متوجه شدن این ماشین متعلق به بابی جیمسون 44 ساله و خانوادهش که شامل همسرش شرلین 40 ساله و دختر کوچیکشون مدیسون 6 ساله. در صحنه هیچ نشونه ای از زد و خورد و مبارزه وجود نداشت. پس احتمالاً اونها وانت رو به میل خودشون ترک کرده بودن. پس از باز شدن درهای وانت، پلیس در وانت کت و لباس‌های گرم، کیف پول، تلفن همراه و یک دستگاه جی پی اس و سگ خانواده مایزی که به سختی زنده مونده بود و پیدا کردند. ببین من خیلی وحشت دارم که همیشه برم تو جنگل گیری یا مثلا قاتل زنجیره‌ای بیفتم. آدم خوار، اینم خوبه. از اون بدتر خرس. خیلی که خیلی وحشتناکه. فکر کن دیگه اصلا هیچ رحمی هم نداره، تو آدماش هم رحمی نداره. از خرس بدتر من فکر میکنم. ولی به نظرت چرا باید مثلا یه خانواده توی ماه اکتبر که دیگه هوا رو به سرد شدنه لباس گرم به خودشون نبرن؟ اصلا من میگم که چرا میخوام برن توی جنگل با خودشون جی پی اس نبردن، تلفنشون رو نبردن، یا مثلا سگشون رو نبردن؟ حالا درسته سگ کوچولو پاپیه، ولی خب چرا سگشون رو نبردن با خودشون؟ خب شاید کلا فکر می‌کردن زود برمیگردن، یا اینکه سگشون هم نبردن گفتم مثلا شاید اذیت بشه. این تو میگی به میل خودشون ماشین رو ترک کردن؟ نمیدونم، شاید به میل خودشون بوده باشه، بعدن یه اتفاق افتاده باشه واسهشون. من میگم بریم یه نگاهی بندازیم به جایی که داستانمون داره شک میگیره. شما داستان شروع کردیم اما نگفتیم داستان داره کجا اتفاق میفته. بریم رو نقشه. این اتفاق توی ایالت اوکلاهاما پیش اومده. همینطوری تو نقشه میبینید توی جنوب مرکزی ایالت متحده واقع شده و چیزی که در اون زیاده رشته کوه‌ها و جنگل هاست. این ایالت یکی از ایالت‌هایی که بومی آمریکایی توش زیاد زندگی میکنن و همچنین از عمده تولید کننده نفت و گاز آمریکا هم هست. توجه پلیس به نزدیکترین خونه‌ای که در اون منطقه بود جلب شد. خونه این آقا 400 متر با محل پیدا شدن وانت فاصله داشت و اون گفت که 8 روز قبل اونا رو دیده که از این منطقه رد شدن. بعد از اون نه اونها رو دیده و نه کس دیگه ای رو دیده. جیمسون ها یک خانواده بسته بودن و معمول بود که اونها هفته ها با دوستان و خانواده خودشون قطع ارتباط میکردن. بنابراین در ابتدا هیچ کس متوجه غیبت اونها نشد و اونها 8 روز بود که گم شده بودند.
در حین بازرسی وانت نامه 11 صفحه‌ای پیدا شد که توسط شرلین برای شوهرش نوشته شده بود. پر از نفرت و تلخی. در این نامه شرلین از اون به عنوان تنها و گوشه‌نشین نام برده بود و ادعا کرده بود که میخواد طلاق بگیره. بریم برای سناریوی اول دیگه. سناریوی اول بچینیم. یه سری اطلاعات الان داریم. خانواده که 8 روز گم شدن، هیچ خبری ازشون نیست، مهمتر از اون توی جنگلن، یعنی ماشینشون نزدیک جنگل پارک شده و 8 روز دیده نشدن. و همچنین نامه هم تو ماشین پیدا. آفرین، نامه که توی ماشین پیدا شده. یعنی مثلا من فکر میکنم با توجه به اطلاعاتی که الان داریم ما میتونیم یه سناریو احتمالی بچینیم که شرلین همسرش و دخترش رو کشته، بعدش هم خودکشی کرده. یعنی با توجه به اطلاعاتی که الان داریم فقط میتونیم همین رو بگیم. آره، احتمالش هست که اینو گذاشته باشه تو ماشین که از پس کل خانواده رو از بین ببره دیگه. مثلا توی ماشین شاد نامه داده به همسرش. شاید. آره. بریم ادامه داستانو بشنویم. در زیر صندلی راننده پلیس کیسه ای رو کشف کرد که شامل 32,000 دلار پول نقد بود. این یه چیز عادی بود که این خانواده گاه به گاه مقدار زیادی پول نقل حمل می کردن. اما این مبلغ خیلی خیلی زیاد بود. اون هم برای خانواده‌ای که مشکلات مالی زیادی رو تجربه می کرد. این بخش از کشور به دلیل تولید غیرقانونی متامفتامین شناخته می شد. وقتی پای مقدار زیادی پول نقد در میون باشه، اولین چیزی که به ذهن پلیس میرسه حمل و قاچاق مواد مخدر هستش. با پیدا شدن پولها کامیون به سرعت محاصره شد و منطقه به یک صحنه بالقوه جنایت تبدیل شد. همراه با وسایل پیدا شده پلیس یک بطری قرص تجویز شده به نام یک مرد ناشناس رو در ماشین پیدا کرد. خب نظرت چیه؟ سناریو بعدیمون چی میتونه باشه؟ سناریو بعدی هم تو کار مواد مخدر احتمالا میتونسته بودن باشن، با یه باندی کار میکردن، یعنی خودشون یه باندی بودن که مثلا میخریدن میفروختن. آره دیگه، چون اونجا منبع متامفتامین هم بوده دیگه. آخه سوال اینه که چرا دخترشون رو بردن؟ میدونی مثلا آدم وقتی میخواد بره پای معامله مواد مخدر بچه‌شو بر نمیداره ببره. به نظر من اگه که واقعا یه باندی بودن این بهتری را گم کنیم میتونه باشه. آرمانم بابا نرده چارشافم گردیم بو پاکتر بنیم درمانم. ذهنت پلیسی کار کرد. ولی میدونی که سناریو اولم هنوز به نظر من جا داره، با توجه به اینکه شرلین یه قبضه اسلحه کالیبر 22 داشته که اونو نه توی ماشین پیدا کردن و نه توی خونه پیدا کردن. ولی خب به نظر من سناریو دوم بیشتر به نظرم درست میاد. از لحاظ اینکه تفنگم پیدا نشده. ببین درسته، ولی یه چیز بهت بگم، موقعی که اینا خونه‌شون رو جستجو می‌کردن توی خونه‌شون مواد مخدر پیدا نکردن ها. یعنی مثلا به نظر شما ممکنه که کسی مواد مخدر مصرف کنه توی خونه‌ش هیچ نشونه ای نباشه. به خاطر اینکه یه ریون سیگار می‌کشه. تجربه می‌گی سناریوی اول بیشتر به ذهن جا میاد. الان اینو دقت کردم. آره هیچی پیدا نکردم. به قول تو آدم یه سیگار میکشه، یه قلیون میکشه، آره دودش میمونه، یه پفک میخوری، یه پفک میخوری، دستت پفکی میشه. مگه میشه تو کار مواد مخدر باشی بچه هیچی نشونه ای نباشه؟ نه واقعا نمیشه. نمیشه واقعا. بریم برای داستان رو بشنویم ببینیم چی میشه. 320 تا داوطلب آموزش دیده پلیس، سگ‌های زنده‌یاب و جسدیاب، چند تا هلیکوپتر برای یافتن هر اثری از خانواده در منطقه پیدا شدن ماشین و داخل جنگل و کوهستان را جستجو می‌کردند. پلیس با استفاده از سیگنال‌های GPS تلاش کرد تا حرکات اونها رو در روز قبل از حادثه ردیابی کنه. جیمسون‌ها کامیون را در جایی که پیدا شده بود پارک کرده بودند و از اونجا به یک تپه نزدیک به صخره صعود کرده بودند. به دلایل اونها حدود 15 تا 20 دقیقه قبل از بازگشت به کامیون در کنار یک تخت سنگ متوقف شده بودند. از طریق تلفن پلیس عکسی نگران کننده از مدیسون رو کشف کرد که تنها در کنار صخره ایستاده بود. ما تو بچگیمون خودمون از این عکس عجیب غریب داشتیم دیگه. ببین حرف تو قبول دارم و همه ما از این عکس عجیب غریب داریم، ولی این عکس پیشینه داره دیگه. میدونی مثلا روز قبل از حادثه این اتفاق افتاده، همونجوری که تو داستان شنیدید
خانواده جیمسون ها روز قبل از اینکه گم و گور بشن چی کردن؟ رفتن دوباره همون منطقه به وسیله جی پی اس اینا رو چک کردن، رفتن همون منطقه، بعد روی صخره ای 20 دقیقه وایستادن و این عکس از مدیسون تو گوشی بابی پیدا کردن. ولی برای من سواله که خب توی ما اکتبریم دیگه، تقریبا 18 اکتبر 17 اکتبر، این بچه چرا لباس گرم تنشید؟ اون سرما به نظر من عجیبه، یعنی که مثلا چرا اینجای لباسش به نظر خونی میرسه؟ روی عکس نگاه کنید متوجه میشید چرا خونی به نظر میرسه. ولی که یه عده میگن که این عکس نشون میده که این بچه در حال حرکت، یعنی خنده و گریهش مشخص نیست. اما این عکس رو با هم مقایسه کنید، مگه میشه که مثلا اینا شبیه هم باشن، گریه و یعنی گریه و خندش؟ آره دیگه، به نظر من حالت دهنش یکی نیستش، یعنی نشون نمیده. و اینکه توی این ویدیو متوجه شدی که موهای مدیسون قهوه‌ایه؟ آره قهوه‌ایه، داشت اتفاقا همین آلومینیوم گس داره رنگ میکنه همون موقع. آره ولی من سوالی که آدم با موهای بچه 6 ساله داره رنگ کنه، اونم بلوند کنه، نمیدونم واقعا، شاید به خاطر همون مواد مخدر اینا بوده باشه که تغییر چهره بدن. آره نمیدونم، چهرهش اثر میذاره دیگه. بریم ادامه داستان رو بشنویم. جیمسون ها دوربین های مدار بسته ای رو در خونهشون نصب کرده بودن. وقتی پلیس دوربین رو چک کرد، اون چه که پیدا کرد گیج کننده به نظر می رسید. در این ویدیو بابی و شرلین دیده می شدن که دارن وسایل لازم خودشون رو قبل از رفتن به کوهستان داخل ماشین می زارن. هر کدوم بیشتر از 20 بار مسیر خونه تا ماشین رو طی کردن. خب نظرت راجع به ویدیو چیه؟ اگه بخوام بگم عجیبه، لابا دوباره میگی نه به نظر من عجیب نیستش، ولی واقعا به نظر من عجیبه این ویدیو. یعنی مثلا مگه میشه که یه آدم وقتی بخواد بره مثلا وسایلشو بذاره توی ماشین 20 دفعه یه مسیر رو بره و بیاد؟ آره واسه من عجیب نیست. آره برای آدم وسواسی هیچ ایراد نداره، ولی مگه میشه که با هم دیگه حرف نزنن؟ یعنی مثلا مگه من و تو باشیم حداقل یه قوری به جون هم دیگه میزنیم، یه بحثی میکنم، ولی اینا اصلا تو این ویدیو با هم حرف نزدن. ببین آخر کیف قهوه‌ای هم که تو این ویدیو مشخصه، که البته تو ویدیوی ما داریم مشخص نیست کامل، اونم میتونم نشونه کار مواد مخدر بودنشون باشه. آره مثل این که میگن که توی ویدیو اصلی، خب ویدیو به طور کامل پخش نشده، توی ویدیو اصلی مثل این که شرلین یه کیف قهوه‌ای رنگ رو میبره میذاره تو ماشین و اینکه اون کیف هیچ وقت پیدا نشده، اون اصله هم هیچ وقت پیدا نشده و اینجا یه سوال داره. حالا که تو میگی شاید اینا تو کار مواد مخدر بودن، مثلا این ویدیو نشون میده که اینا تو کار مواد مخدر بودن، برای من سواله که اینا خب رفتن سر پای مواد، یعنی پای معامله رفتن، چرا اون قاچاقچی ها پول بر نداشتن؟ 32,000 دلار پول زیادیه دیگه، آدم مواد قاچاق میکنه که پول دست پول دست بیاره دیگه. پول بیشتری بوده مثلا اینو مخفی کرده بودن همون زیر ماشین که افتاده بود، زیر صندلی ماشین شاید مخفی کرده بودن اینو، یا از دستشون افتاده مثلا. آخر ماشین رو میگشتن، ولی این که مثلا حالا مثلا شاید مثلا در نظر بگیم که یه قاتل کوهستانی از کوه اومده پایین اینا رو برده کشته، چرا بابی و شرلین از این پول به عنوان چونه زدن استفاده نکردن؟ پیشنهاد ندادن. آره پیشنهاد اینا واقعا برام سواله. بعد یه چیزی، نیکی دوست شرلین در مورد این ویدیو یه چیزایی میگفت که البته خب ما ویدیو رو تو کامل نداریم، ولی بریم رو ویدیو یه چیزی ببینیم. توی این ویدیو همینجوری که میبینید شرلین یه لباس زرد رنگ پوشیده با شلوار جین آبی و بابی یه لباس سفید داره با شلوار جین آبی. اما توی ویدیو دقیقا همینجا شما یه مرد با لباس قهوه‌ای میبینید، خب یه مرد با یه لباس قهوه‌ای میبینید. نیکی دوست شرلین میگه که این بابی نیستش، میگه این بابی نیستش، این یه فرد دیگه است که بعدش اومده سوار ماشین بابی شده. ولی خب ما نمیتونیم واقعا تشخیص بدیم چون این ویدیو فولد کیفیتش پایینه. ولی که میگه بابی یه جایی هست که به صندلی راننده زل میزنه، یه جای ناکجا آباد زل نمیزنه، به صندلی راننده زل میزنه. خب اینا همه جای سوال داره، یعنی مثلا واقعا خب یه شخص دیگه بوده یا مثلا
بابی بوده. البته اینم احتمالش هست که لباسشو عوض کرده باشه، این احتمالم میدن که شاید لباسشو عوض کرده آره باشه. این احتمالم میدن. آخه بعدش ببینید لباس قهوه‌ایه که میاد، بعدش دوباره بابی با لباس سفید میاد. البته من نمیدونم این فیلم مونتاژه یا مثلا دنبال همه، میدونی چی میگم؟ آره معلوم نمیشه واقعا، تیک تیک است. واقعا مشخص نیست، واقعا مشخص نیست. خب حالا چه نتیجه میگیریم از این که سه تا نتیجه کلا میتونیم بگیریم؟ خب بگو. یکی اینه که تو کار مواد مخدر بودن و حالت نرمالی نداشتن، یعنی مواد مخدر مصرف کرده بودن. آره. یکی این که استرس داشتن و نگران بودن. خب یکی اینم که مثلا دیگه نیروهای شیطانی و روح و اینا تسخیرشون کرده باشه. بحث مورد علاقه تو، من میگم که بریم یه کوچولو از گذشته بابی و شرلین بشنیم. تا اینجا داستان فهمیدیم که اینا گم شدن، 320 نفر گشتن دنبالشون توی جنگل و اینا پیدا نشدن. بابی و شرلین در تابستان 2002 با هم آشنا شدن و به سرعت عاشق همدیگه شدن و کمتر از 2 سال بعد ازدواج کردن. در سال 2004 شرلین یک دختر بچه به نام مدیسون رو به دنیا آورد. این خانواده با پسر شرلین که از ازدواج قبلی او بود و کلتون نام داشت در افولا در اوکلاهاما زندگی می کردن. گرچه درست قبل از ناپدید شدن اونها کلتون برای زندگی با پدرش فرستاده شده بود. زندگی برای خانواده جیمسون راحت نبود. شرلین از اختلال 2 قطبی رنج می بود و دارو مصرف می کرد. اما گاهی هم داروهاش رو مصرف نمی کرد. شرلین با اختلال 2 قطبی ضعیف برخورد کرده بود و این باعث شده بود که اون دچار افسردگی های شدید و طولانی مدت بشه و اغلب با عصبانیت با افراد زندگی خودش و همسرش برخورد کنه. جای تعجبی نداره که ازدواج اونها تحت فشار روانی زیادی قرار داشت. بابی هم مشکلات خودش رو داشت. به دنبال یک تصادف رانندگی اون از کمردرد ناتوان کننده رنج می برد و قادر به کار کردن نبود. ترکیبی از درد دائمی و نگرانی های مالی کارش رو کرده بود و اون هم با افسردگی دست و پنجه نرم می کرد. گرچه بابی و شرلین به نظر می رسید همدیگر رو دوست دارن، اما معروف بود که اونها با هم بحث می کنن و حتی در مورد احتمال طلاق بحث کرده بودن. در سال 2007 خواهر شرلین به دلیل واکنش ناخوشایندی به نیش زنبور عسل درگذشت و در سال 2008 والدین بابی از هم طلاق گرفتن که منجر به اختلافات شدیدی بین بابی و پدرش شده بود. این درگیری باعث شده بود که پدرش همه به جز مدیسون رو از وصیت‌نامه خودش حذف کنه. ظاهراً پدر بابی پسر و خانواده‌اش رو به مرگ تهدید کرده بود. بابی یک دستور حفاظتی گرفته بود که پدرش به اون و خانواده‌اش نتونه نزدیک بشه. در این دستور حفاظتی اومده بود که بابی گفته بود که پدرش یک فرد بسیار خطرناکه، خودشو بالاتر از قانون میدونه و همچنین در روسپی خانه ها و باند های مافیای خطرناک مواد مخدر دست داره و همکاری میکنه. و بابی گفته بود که پدرش در اوایل نوامبر 2008 با ماشین به اون حمله کرده. این برگه حفاظت رو بابی 6 ماه قبل از اینکه این اتفاق بیفته گرفته بود. پس سناریو سوم میگه که پدر بابی قاتله. آره. ولی اگه پدرش قاتل بوده خب باید چرا کل خانواده رو کشته؟ فقط پسرش رو میکشه. چون الان به دختر به نوش هم یعنی ارثیه رو داده بوده، یعنی به اسم اون زده بوده. شاید نقشش بوده. مثلا نمیخواسته شک بکنم رد گم کنه، وگرنه خب چرا یه نفر باید مثلا به تمام ارثیه‌شو به نام مثلا مدیسون بکنه؟ این که بابی با پدرش مشکل داشت به خاطر این بود که بابی نیمه وقت مثلا اینکه توی بمب بنزین باباش کار میکرده بوده، بعد قرار بود که باباش یه مقداری از سهام اون پمپ بنزین رو بده به بابی، اما زیرش میزنه و نمیده. حالا هم داشته که راحت بشه از دست باباش. آره. بعدش اینجوری میشه، میلاد باباش شکایت میکنه. ولی یه چیزی باید در نظر بگیریم.
شرلین و بابی دخترشون مدیسون از مهد کودک در آورده بودن و حتی از مهد کودک هم میخواسته بودن شکایت بکنن. یعنی به نظر من نرمال نیست که آدم از همه شکایت بکنه. آره. خودش مشکلی داره. اصلا مشکل داره. و اینکه یه چیز جالبتر از اون این که پدر بابی 2 ماه بعد از گم شدن اینا فوت میکنه. یعنی عموی بابی گفته که برداشت خیلی ضعیف بوده، خیلی مریض بوده. آره نمیتونسته اینا رو بکشه و خواه نخواه از پرونده کنار میره پدر بابی چون فوت میکنه. مدیسون کوچک و معصوم ما دوستای خیالی به نام ایمیلی و مایکل داشت که اغلب با اونا صحبت میکرد. شرلین معتقد بود که ایمیلی موجودی بدخواه هستش و گفته بود که اون از شیاطین نمیترسه و توانایی احضار شیاطین رو داره. بابی از کشیش محلی پرسیده بود چطور میتونه گلوله هایی بخره که با اون بتونه ارواح خونش رو که روی پشت بوم زندگی میکنن رو شکار کنه. اون هم چنین کتاب مقدس شیاطین رو خریده بود که بتونه به وسیله اون جنگیری کنه و اجنه رو و شیاطین رو از خونش بیرون کنه. گربه های سیاه شرلین مسموم شده بودن و اون اعتقاد داشت که یکی از همسایگانش این کار رو کرده و اون روی دیوار نوشته بود که جادوگران از کشته شدن گربه هایشان خوششان نمی آید. نیکی 41 ساله دوست صمیمی شرلین گفت همسایگان شرلین گربه های اونو مسموم کرده بودن. بنابراین روی دیوار اونا رو نوشت تا اونا رو بترسونه. نیکی میگه که اون به جادوگری علاقه داشت. هر دوی ما علاقه من بودیم. سالها قبل ما کتاب مقدس جادوگران رو خریداری کردیم که اون رو به عنوان یه شوخی روی میزای قهوه‌مون بذاریم. نیکی گفته که شرلین یادداشت‌هایی رو در گوشه و کنار خونش میذاشت و میگفت که شیطان رو بیرون میکنه و مواردی از این دست. اون روشش برای برخورد با همه چیز همین بود. رسیدیم به بحث مورد علاقه تو. سناریوی 4 شد دیگه. قدرت‌های ماورالطبیعه. نظرت چیه؟ یعنی به نظرت ارواح و اینا چی کردن؟ اومدن اینا رو یه بلای سرشون آوردن؟ تسخیرشون کردن. ولی این که مثلا بابی گفته بوده که مثلا من برم گلوله هایی بخرم که بتونم شیاطین رو بکشم خیلی عجیبه ها. ولی خب باید در نظر بگیریم شرلین 2 قطبی داشته. آره بابی هم فکر کنم با ومپایر اشتباه گرفته. ولی شرلین وقت 2 قطبی داشته باشه خب این اتفاقا میفته دیگه. یعنی تو میتونی چیزایی ببینی، چیزایی بشنوی. اینو من فکر میکنم نباید به عنوان سناریو در نظر بگیریم، ولی بازم اینو به عنوان سناریو در نظر گرفتن و احتمالش رو دادن. خواستن کلا خانواده نرمالی نبودن. به نظر منم خانواده نرمال، یعنی هر چی جلوتر میری یه چیز عجیب غریبی از بغلش میزنه بیرون. بریم ادامه داستان بشنویم. نیکی دوست صمیمی شرلین میگه که از زمان ناپدید شدن اونها که در جستجوی خانواده جیمسون بوده، زنی از یک شماره ناشناس تماس میگیره. تماس گیرنده مرموز به نیکی گفته که اون یک زمانی به یک گروه برتری طلب سفیدها تعلق داشته. اون کتابی رو مشاهده کرده که تعدادی نام در اون بوده. اونها نام افرادی بوده که شخصی در گروه با اونها مشکل داشته. و این زن به نیکی گفته که اون بعد از هر جلسه سعی کرده اسامی رو به خاطر بسپره و بعد از اینکه اونها رو در اینترنت جستجو می‌کرده متوجه شده که اغلب این نام‌ها متعلق به افراد گم شده است. سناریو چندم میشه؟ 5. سناریو 5. ولی به نظر من تنها سناریویی که با عقل جور در میاد همینه. به نظر من هنوز رو همون مواد مخدرم. ببین یه اتفاقی که افتاده این بوده که بابی کمردرد شدید داشته دیگه، اصلا راه رفتن خیلی براش سخت بوده. میاد چی میکنن؟ یه کاریر استخدام میکنن که شبانه روزی از چی نگهداری کنه. کمکش کنه. آره به بابی کمک کنه. یه شب که بابی نبوده بین شرلین و این کارگر بحث پیش میاد. خب شرلین از بومیان آمریکایی بوده، یعنی نژادش برمیگرده به اونها. و این مرده یه حرفایی خب نجات پرستانه میزنه و شرلین ناراحت میشه ظاهرن. میره تفنگشو میاره و به سر این مرد نشونه میگیره و بهش میگه که از املاک من برو بیرون. اما مثل این که مرده گوش نمیده و نمیره و اینا، شرلین شلیک میکنه کف زمین.
کف زمین شلیک میکنه و این مرد مجبور میشه که خب از چی بره بیرون، از املاکش بره بیرون. و یه چیزی که من میخوام اضافه کنم اینه که یه بطری دارو بود که پیدا شد. آره تو ماشینشون. اون بطری دارو مال همین آقا بوده دیگه. بعد از اینکه پلیس جستجو کرده و اینا متوجه شده که این بطری مال اون آقاست. ولی اینکه این آقا ثابت کرده که کار اون نبوده، به FBI ثابت کرده که کار اون نبوده و این اصلا یه جای دیگه بوده. این شهر اصلا نبوده. خب به نظر من عجیبه، چون اینا میگن گروه‌های نجات پرستی و اینکه تو اون منطقه وجود دارن. گروه نجات پرست سفید پوستا وجود داره. احتمالش هست خب مثلا اگه خودش نبوده ممکنه کسی رو اجیر کرده باشه یا از همون گروه که بیان بکشن. یعنی به من باشه، من این سناریو رو بیشتر مثلا فکر میکنم با عقل جور در میاد. حالا بریم بقیه داستان رو بشنویم، بذاریم میرسیم به آخره داستانمون. مردی در سال 2013 که به دنبال شکار گوزن بود، سه جمجمه انسان رو پیدا کرد. همچنین با جستجوی بیشتر در منطقه، بقایای شامل کفش و تکه های لباس و سایر استخوان ها پیدا شد. در سال 2013 که پس سه تا جسد پیدا شد دیگه، اعماق جنگل، دو تا بزرگسال و یه دونه خردسال، که پلیس گفت که شاید سالها زمان ببره که بدونن اینا متعلق به خانواده جیمسون ها هستن یا نیستن. چون که تقریبا هیچ بافتی باقی نمونده بود، فقط مثل اینکه جمجمه صورت، یه مقدار از قفسه سینه، یه چند تا دندون بزرگسال و یه چند تا تیکه لباس، چیزی باقی نمونده بود. بیشتر هم نیست دیگه، چون حیوانات وحشی اینو همه میخورن. آره آره، اتفاقا گفته بودن که حیوانات وحشی خیلی خوردنشون و هیچ تقریبا نمونده، یعنی نتونستن زمان مرگ اصلا نمیدونن مال کیه مال چیه. خیلی جالبه که اینا تو گمشده‌های لیست گمشده‌های FBI هم نیستن و همچنین دخترشون هم توی لیست بچه‌های گمشده نیست. آره، حتی قبل از سال 2013 که حالا این اسکلتا که به وجود بیاد، میگفتن که احتمال داره که اینا از FBI حکم حفاظت گرفته باشن، یعنی اینکه مثلا یه باند مواد مخدر رو لو داده باشن و از FBI حکم حفاظت گرفته باشن، رفته باشن هویت جدیدی پیدا کردن. آره رفته باشن، تا اینکه تو سال 2014 تایید شد که متاسفانه این اسکلت ها متعلق به خانواده جیمسون هاست. پس حکم حفاظت هم دیگه منتفی. آره این منتفی شد و سناریوهای دیگه همچنان باقی مون و هیچ اطلاعات جدیدی کسب نشد. و اینکه اینا حتی نفهمیدن که چرا اینا فوت کردن. فقط تنها چیزی که روی اجساد بود یک گلوله کوچولو پشت سر جمجمه بابی بود که بازم متوجه نشدن که آیا واقعا مثلا جای گلوله هست. فقط جای گلوله، خود گلوله نبود. آره جای گلوله بود و اینکه اجساد کنار همدیگه چیده شده بودن و صورتاشون رو به زمین بوده، که میگفتن این احتمال داره سبک اعدام داشته باشه، یعنی مثلا یه اعدام دست جمعی بوده باشه چون نوع چیدنش. پس احتمالا میتونه همون گروه های نجات پرستی. من حدسم به همونه. و اینکه مثلا خب یه عده میگفتن که خودکشیه، خب اگه خودکشیه چرا طرف تو خونش خودکشی نکنه؟ آره دیگه، این همه راه بزنی 5 کیلومتر راه بعد دورتر. آره دیگه، اصلا بابی نمیتونست راه بره، بابی کمردرد شدید داشته و اصلا برای یه عده سواله که چرا تو اون جستجو اینا پیدا نشدن. 320 نفر آخه با اون اسبا و آره دیگه عکساش هستش، پلیس داشته چجوری نتونستن پیدا کنن؟ چجوری از هلیکوپتر یه عالمه بوده. و اینکه اصلا خب این جنگل شیب داشته فلان داشته، چجوری اگه اینا رو خارج از جنگل کشن دوباره این جسد رو انتقال دادن به جنگل؟ آره دیگه، این همه رو ببرن دوباره بیان جسد رو. اصلا مشخص نیست. و اینکه یه چیز جالب من حتی تو یه خبرگزاری خوندم، نوشته بود که همراه اسکلت مدیسون همون کنار جمجمه‌اش اینا یه دونه گل سرخ بوده، گل خشک بوده. خب با توجه به نوع اون گل یعنی میتونستن حدس بزنن خب اون گل تو اون جنگل رشد نمیکنه، برای همین چرا این گل باهاش بوده؟ یعنی فقط تنها چیزی که میشنم این که کشته بودنش. آره چون هیچ وقت نه اون اسلحه کالیبر 22 کشف شد، نه اون کیف قهوه‌ای کشف شد. یعنی خب اونا چی بودن، چی شدن و نفهمیدیم ما. یعنی مثلا این پرونده واقعا یکی از حل نشده ترین پرونده های آمریکا است. بخوام بهتون بگم این پرونده هنوز بازه و اگه اطلاعاتی در مورد این خانواده دارین میتونین با دفتر کلانتری به شماره 4012 465 918 تماس بگیرین. یعنی هنوز پرونده هنوز باز. بعد از چند سال میشه؟ سال 2009 اینا فوت کردن، چند سال میشه؟ میشه 11 سال. 11 سال پیش.
دیگه اینجوری ما منتظر کامنتتون هستیم، میخوایم حدسیات شما رو هم بدونیم چیه، برامون کامنت کنید و اینکه حتما حتما ما رو سابسکرایب کنید، لایکاتتون نره و اگه از این ویدیو خوشتون اومد برای دوستانتون بفرستید. تا هفته دیگه ما در اتاق 13 ببندیم و بریم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.